جدال تیم های ایران و افغانستان، نخستین جدال تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام کافا. پشت محوطه جریمه جهان بخش پاس ارسال میکنه، موقعیت هست برای ایران. توپو یه لحظه گرفت حمیدی و در ادامه هم توپو دور کردن. اولین خطر جدی رو تیم ایران ایجاد میکنه روی دروازه افغانستان. تاره میگه پاس در عمق، سردار آزمون توپ پاش نگرفت. سردار آزمون روی زمین افتاده و خدا رو شکر مشکل خاصی هم نداره. رصد میکنه اتفاقات محوطه جریمه رو، توپ ارسال میشه مقابل دروازه، موقعیت هست برای ایران، توپ دور شد. جهان بخش میاره تو عرض سمت چپ، احسان های سفیر رو صاحب توپ کرده، ارسال بلند سردار آزمون و گل اول برای ایران. کار خوب علیرضا جهان بخش، باز کردن بازی و نفوذی که احسان هایت صفی از سمت چپ انجام داد، در نهایت با ضربه سر تمام کننده سردار آزمون تبدیل به گل نخست تیم ملی فوتبال ایران میشه. سردار آزمون هم موفق میشه 69مین بازی ملی خودش 42مین گل ملیش رو بزنه. 69مین بازی 42مین گل سردار آزمون، موفق شد تا دیدار نیمه پایانی روایت‌های لیگ اروپا هم با تیم جلو بیاد. مهدی طارمی و گل دوم، هماهنگی بین آزمون و طارمی باز هم به چشم میاد. پس از گل اول در فاصله کمتر از 2 دقیقه یک گل دیگه برای تیم ایران به دست میاد. کار قشنگ و فرار از پشت مدافعین و گل مهدی طارمی به ثبت میرسه. مهدی طارمی هم این گل 31مین گل ملیش بود. مهدی طارمی که در این بازی هم موفق میشه گلزنی کنه. سردار آزمون، مهدی طارمی میخواست رد کنه برای علیرضا جهان بخش و فیصل حمیدی اومد و توپو جمع کرد. نورافکن پاس در عمقش برای علیرضا جهان بخش، میخواست دو طرفه بزنه که موفق نیست. این بار توپ گیری خوب از نورافکن، ارسال مقابل دروازه. یه اشاره کافی بود تا دروازه افغانستان برای بار سوم باز بشه. علیرضا جهان بخش که خیلی فعال کار کرده، شوت زنم هست علیرضا جهان بخش. میبینید که روی شوت ها دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم که این دروازه‌بان حالا اگه توپ زاویه داشت حتما توپ در چارچوب قرار میگرفت و دروازه باز میشد. اینجور توپ ها رو معمولا دروازه‌بان ها به جناحین مشت میکنن، اما این دروازه‌بان قشنگ توپ انداخت جلوش. داورم اعلام پنالتی کرده و همون سبک و سیاق همیشگی به سمت تو برکت میکنه و در خلاف جهت حرکت دروازه‌بان گل سوم رو به ثبت میرسونه. گل سوم تیم ملی فوتبال ایران هم به دست میاد. اینجا حرکت مهدی طارمی و دروازه باز میشه. جهان بخش ارسال دیگه مقابل دروازه و این بار واکنشش خوب بود فیصل حمیدی. خلاف عکس العملای قبلیش این واکنشش واقعا واکنش قشنگی بود. ارسال جهان بخش مقابل دروازه و ضربه سری که عکس العمل خوب فیصل حمیدی همراه شد. ضربه سر رو هم محمد محبی زد. مهدی طارمی، سردار آزمون، حرکات هماهنگ این دو بازیکن با هم دیگه، یه پاس کاتبک و در نهایت توپ در اختیار فیصل حمیدی قرار گرفت. جهان بخش ارسال توپ، اونجا فرصت هست برای محبی که توپ از بالای دروازه به بیرون میره. فرشاد نور، یعنی دو بازیکن، او هم حالا دوچار اشتباه میشه، خودش میاد اشتباهش جبران میکنه. سمت راست حرکت از بازیکنان افغانستان توسط سرداری، موقعیت هست برای افغانستان و این موقعیت ایدار رو موسوی دست داد. شماره 19 افغانستان و بچه ها باید هوشیار باشن. از فضایی که پشت سر احسان های صفی به وجود اومده بود میتونست این بازیکن موسوی دروازه رو باز کنه. محبی، صادق محرمی، ارسال توپ مقابل دروازه، دفع ناقص دروازه‌بان فیصل حمیدی. این بار هم
ضعیف نشون داد. محبی باسم برای سردار آزمون، پاس رو به عقب، همکاری عالی و باز هم مهدی طارمی اما حرکت همیشگیش رو انجام میده. دامی میره تا علیرضا جهانبخش، روی پاس سردار آزمون گل رو به ثبت برسون. چقد خوب دید و طارمی هم چه آگاهی محیطی بالایی داشت. فقیر خوزستان و ایران برای ثبت نشینی روز جمعه باید با هم دیگه دیدار کن. یه پاس در اون بسیار خوبه این پاس و یک ضربه بغل پای چپ رو میزنه مهدی طارمی تا در این مسابقه سه گله بشه. آره خوبه امید نورافکن، توپ یه بدن خوبی گذاشت بوده توپو گرفت، پاس در آغوشو ببینید بین دو مدافع عالی، امید نورافکن برای مهدی طارمی و دروازه‌ای که به راحتی باز میکنه. اصلا خوب زاویه نبست فیصل حمیدی و به راحتی طارمی با پای غیر تخصصی موفق شد سومین گل خودش در این مسابقه رو به ثبت برسونه و تعداد گل‌های ملی خودش رو به عدد 33 برسونه. جهانبخش و احسان حاج صفی پشت توپ قرار گرفتن. ببینیم از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد. تو چارچوب بره احتمال گل شدنش زیاده. این توپ زاویه خوبی داشت، دقت بالایی. حرکتی که انجام میشه، پاس برای شیرزاد، پا عوض میکنه و اعلام خطا پشت محوطه جریمه. به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران هم نزدیک شدیم و دروازه ایران روی ضربه ایستگاهی باز میشه متاسفانه و فرشاد نور موفق میشه دروازه رو باز کنه. التماس و دعا داریم از شما بینندگان عزیز در این لحظات ملکوتی. Afghanistan, player number 8, Farshad Noor. Goal to Afghanistan, commanders. Same team, number 9, Farshad Noor, Kyrgyzstan. یه پاس رو به عقب برای علیرضا جهانبخش، سعید مهری. موقعیت شوت زنی هم هست برای سعید مهری. و کنار دروازه بیرون رفت. فصل بسیار خوبی رو پشت سر گذاشت سعید مهری. جهانبخش خطا روش اعلام میشه، سری کارو دنبال میکنه، از سمت راست فرصت هست برای ایران. گل ششم، گل ششم رضا اسدی. کار خوب علیرضا جهانبخش، واقعا حرفه‌ای‌گری میکنه اینجا و پاسو سری ارسال کرد. صادق محرمی یه پاس رو به بیرون ارسال میکنه و رضا اسدی موفق میشه توی سومین بازی ملی خودش نخستین گلش رو به ثمر برسونه. جهانبخش رو ببینید اینجا، به محض اینکه تمایل به هجوم رو از خودش نشون داد صادق محرمی سری پاس رو براش ارسال کرد و در نهایت هم با یک بغل پای مطمئن دروازه فیصل حمیدی باز شد. ارسال تو رو مقابل دروازه و ضربه سری که میزنه رضا اسدی و تو با بالای دروازه بیرون رفت. مهدی ترابی از سمت راست، رامین رضاییان، ارسال توپ مقابل دروازه. قائدی توپو در اختیار داره، چی کار میکنه با این توپ؟ یه ضربه پای چپ. بچه ها فقط مداد دقت کنن توپ در چارچوب قرار بگیره. فیصل حمیدی واقعا گلریه که به اکثر توپا نه نمیگه. مهدی ترابی یه پاس در عمق عالی، رضا اسدی گل دومو میتونه بزنه که بی دقتی میکنه. در 75 دقیقه ضربه رو مستقیم میزنه به سمت دروازه مهدی قائدی و واکنش فیصل حمیدی. رامین رضاییان ارسال توپ مقابل دروازه و ضربه زتولایی اومد این سب رسید به رامین رضاییان، از همونجا دروازه رو هدف گرفت. نیازمند توی سومین بازی ملی خودش نتونست که دروازه خودش رو بسته نگه داره. پور حمیدی حالا میاد دقیقه در ترکیب ایران قرار میگیره. یه بار دیگه علیزاده از روی خط دروازه دروازه رو نجات داد. درس کردم رضا اسدی ضربه سرای خیلی خوبی میزنه و اینجا هم نشون داد که چقدر خوب میتونه این کار انجام بده. حالا فیصل حمیدی توپو به کورنر فرستاد، مدافع سوت پایان مسابقه به صدا در میاد. تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 6-1 موفق میشه از صدر افغانستان عبور کنه.